کمتر از جای خودشون بلند شدن، دستیاران ایشون دستورات رو به بازیکنان ابلاغ میکنن، زمینی که فرهاد طباطبایی رو لحظاتی ملاحظه کردید. منیعی، جباری، جباری در نقش سازنده، این ضربه و توی دروازه، توی دروازه. گل اول بازی در آخرین دقیقه بازی، فرهاد مجیدی موفق میشه دروازه رو باز بکنه. جالب هست، میاد و سعید لطفی رو در آغوش میگیره. استقلال اینجا 1-0 از مقاومت سپاسی جلو میفته. شکرگزاری فرهاد مجیدی و شادمانی هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی. پاس به عقب زیبای مجتبی جباری، این ضربه پای چپ که دیگه مهار شدنی نبود و سجاد بیرانوند مقلوب ضربه پای چپ فرهاد مجیدی میشه. از نمای دورتر هم صحنه رو ملاحظه کردید، شادمانی فرهاد زاده. توپ لو میره، حرکت سیامک کوهنورد. ارسال با پای چپ، نمیتونه ضربه رو بزنه تحماسبی. ارسال بلند، باز هم مدافعین استقلال موفق هستن، اما نقطه پنالتی رو داور نشان میده. آقای مظفری داور مسابقه نقطه پنالتی رو به سود تیم سپاسی شیراز نشان میده. ببینیم با هم جزئیات کار رو. خب به نظر میرسید با سر توپ رو زده مهدی امیرآبادی، تصمیم گرفته شده، ضمن که اینجا جزئیات کار رو در نمای دیگر میبینیم. خب خطا گرفته، برخورد امیرآبادی با مهاجم سپاسی شیراز رو داور مسابقه آقای مظفری خطای پنالتی تشخیص داده و فرصت برای یاران سپاسی هست تا در آخرین دقایق بازی رو به تساوی بکشونند. دقیقه سوم از وقت اضافی و محمود محمدی بازیکن شماره 9 که پشت توپ قرار گرفته، اشکان نامداری در درون دروازه استقلال. ببینیم به چه شکل خواهد زد ضربه رو. به این ترتیب میزنه و توی دروازه قرار میگیره، توی دروازه توپ قرار میگیره. اما به نظر میاد داور دستور تجدید زدن ضربه رو صادر کرده. خب یکی از بازیکنان زودتر از ضربه به درون محوطه 16.5 متر رفت که به نظر میرسید سیامک کوهنورد بود. به هر ترتیب ضربه بایستی مجدداً زده بشه. مشکل هست برای بازیکنی که یک بار ضربه را زده و مجدداً خود او مأمور این کار هست. ببینیم این بار موفق خواهد بود یا خیر. حالا به این ترتیب میزنه و باز هم توی دروازه، توی دروازه. یار شماره 9 محمود محمدی اینجا موفق میشه کار رو به تساوی بکشونه. استقلال از تهران 1، سپاسی از شیراز 1. اینجا میاد و مربی خودش غلام پیروانی رو میبوسه، فیروز کریمی که ناراحت هست از گلی که در آخرین ثانیه های مسابقه تیمش دریافت کرده. تصویر های سر ملاحظه کردید، از این زاویه کاملا وضعیت مشخص هست.